این ارزش بزرگ ملی 5 اکتبر مقامات بلندپایه تاجیکستان در همایش به افتخار روز عید زبان دولتی از آلودگی زبان مطبوعات خصوصا مطبوعات خصوصی نگرانی عمیق کرده خواستار جاری کردن نظارت جدی روی زبان روزنامه‌های غیر دولتی شدند. زیرا اکثریت روزنامه و مجله‌های غیر حکومتی با ترس و دید خود مفهوم ها و کلمه ها و جمله سازی میکنند که اکثریت آنها پر از غلط است. سخیداد رحمت الله زاده مدیر پژوهشگاه زبان و ادبیات تاجیک نیز تاکید کرد که زبان مطبوعات مستقل تاجیک به حد افراد رسیده است. او همزمان خواستار جاری کردن آموزش زبان های خارجی با زبان تاجیکی شد. زبان کتاب ها و نشر کتاب های کم اهمیت از مشکل دیگر زبان دولتی تاجیکی نامبر شد که باعث گمراهی خوانندگان می شده است. در سالهای اخیر کتابهای کم اهمیت زیاد چاپ می شود که خواننده ناآگاه را به گمراهی می برد. چاپ آثار بدیعی و اشعار شاعران باید حتما با توصیه شعبه دخلدار اتفاق نویسندگان چاپ گردد و چاپخانه ها موظف شوند که توصیه نامه های مؤسسه مذکور را حتما طلب کنند تا اثری کم اهمیت و بی اهمیت حتی نشر نگردد. در همایش از ضعف استانداردیزاسیای اصطلاحات یا واژه‌های صحاوی در تاجیکستان گفته شد که در قیاس با کشورهای همسایه در زینه خیلی پایین قرار گرفته است. همزمان جهت حفظ و استفاده درست زبان دولتی در شبکه‌های اینترنت پیشنهاد شد که پیکره زبان تاجیکی در اینترنت وارد کرده شود. حفظ و پاکیزگی زبان تاجیکی از اصطلاحات غیر موضوع مهمی مورد بررسی در همایش روز زبان بود. کمیته زبان و اصطلاحات در رابطه پژوهش انجام داده میزان کلمه های تاجیکی در فرهنگ تفسیری را مشخص کرده است. اگر در زمان رودکی 64% کلمه تاجیکی بود، در زمان کمال خوجنده علکی 25% آمده رسیده است. در لغتنامه آثار عینی باشد که از 1067 کلمه است، یعنی 35% آن تاجیکی است. و در فرهنگ تفسیری امروزه ما از 2409 کلمه، یعنی 38% آن را کلمه های تاجیکی تشکیل می دهند. 22 ایولی سال 1989 پس از تلاش های زیادی زیاییان و دانشمندان تاجیک به زبان تاجیکی مقام دولتی داده شد، ولی پارلمان تاجیکستان 5 اکتبر سال 2009 طرح نوی قانون زبان را تصویب کرد و روز عید زبان را نیز به 5 اکتبر کوچاند. تدبیر و پیشنهاد منظور کردند.